بنام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس 135 مضمون ریاضی سنف ده در این درس ما و شما یک فصل جدید را آغاز میکنیم که عبارت از فصل هفتم کتاب ما و شما باشد یعنی فصل هفتم کتاب ریاضی سنف ده و عنوان اصلی فصل هفتم در ریاضی سنف ده هندسی تحلیلی هست یعنی ما و شما در این درس خود هندسه تحلیلی را آغاز میکنیم و بعد بحث اول ما و شما در هندسه تحلیلی آشنایی با سیستم کمیات وضعیه هست یا آشنایی با کمیات وضعیه است که باید بفهمیم خصوصیاتش و همچنان دریافت نقطه و مسائل دیگه که در کمیات وضعیه اهمیت داره باز بعدا مسائل زیاد در کمیات وضعیه است که شما از قبل هم دوباره مقدار میفهمین و در درس فصل خود ما و شما بیشتر هم آشنا میشیم اما بحث اول ما شما خود فصل هفتم و هندسه تحلیلی ببینیم که چی موضوعات در این فصل ما و شما داریم و فصل هفتم ما و شما با این مبحث هندسه تحلیلی آغاز میشه بعد در اینجا بر ما و شما یک معلومات کلی در مولد خود هندسه تحلیلی بر ما و شما آورده که چگونه هندسه تحلیلی به میان آمد بسای دیگه دیگه هم در مورد وجود داره که من در قالب درس بر شما معلومات اضافی را میگم هندسه تحلیلی گفته علمی است که تکنیک های الجبر را با هندسه یک جا می کند یعنی اگر ما و شما یک زمان شکل را با فرمول یا بگوییم با معادله ارتباط داده تانستیم و تانستیم بین از اینا با اسلام یا بگوییم اردوش را با هم دیگر مرتبط بسازیم یا برای هر شکل تانستیم ما و شما یک فرمول نوشته کنیم یا یک معادله نوشته کنیم و به می ترتیب بر هر معادله بتانیم یک شکل رسم بکنیم این مبحث در حقیقت مربوط به هندسه تحلیلی میشه خصوصا شکل هایی که در هندسه شکل های به اصطلاح میاری هستن یا بگیم شکلای اصولی هستن یا شکل شکلایی که همیشه ما هم شما امروز سر کار داریم مثل دایره مثل بیزوی مثل پارابول مثل هایپربول و شکل های دیگه که ما شما در هندسه امروزشان سر کار داریم اگر برای از اونها ما شما معادله داشتیم و یا از معادله تا نسیم یک شکل رسم بکنیم در حقیقت اینمی قسمت درس ما شما مربوط به هندسه تحلیلی خواهد بود گفته یا به عبارت دیگر هندسه تحلیلی ما را قادر می سازد که در حل مسائل هندسی از روش ها و معادلات الجبری استفاده نماییم پس اگر ما از روش ها و معادلات الجبری بر شکل های هندسی استفاده کردیم که گفتیم ارتباط بگیره شکل را معرفی کنه توسط معادله و یا ما و شما معادله داشته باشیم به اساس شکل را بتانیم رسم بکنیم در حقیقت بحث مربوط به هندسه تحلیلی خواهد بود و همچنین از اصول هندسی در مساوات های الجبری استفاده نماییم که در حقیقت اموم به اصطلاح بعضی حصول اصولی را که ما و شما قبلا در مورد هندسه خوانده بودیم از در مساوات الجبری استفاده کنیم در حقیقت بحث ما شما مربوط به هندسه تحلیلی خواهد بود گفته هندسه یکی از قدیمی ترین شاخه های الجبر بوده یا یکی از قدیمی ترین شاخه های ریاضیات بگیم بهتر می بر شما یونانی ها نزدیک به چهار قرن قبل در این مورد به طور منظم تحقیق و مطالعه کردند که تقریبا 300 سال قبل توسط ایوکلید 13 جلد کتاب تشریح و تفسیر شده بود یعنی اولین کسایی که روی هندسه کار کردن و خصوصا بخشای هندسه تحلیل کار کردن یونانی ها بودند که میفهمین اساس علم ریاضی و بعض دیگر هم از یونان هستند که وقتی برید به ریشه علم با اسلام مطالعه میکنین بیشترشان ریشه یونانی می داشته باشه که از جمله در قسمت ریاضیات هندسه اینا هم یونانی ها کارهای زیاد کردند اختراع هندسه تحلیلی توسط یک عالم فرانسوی رین دکارتس که در سال‌های 1602، البته 1596 تا 1650 بعد از میلاد زندگی میکرده یا بگیم 1596 تا 1650 میلادی زندگی میکرده به بی... میمم بعد از میلاد همون میلادی که ما شما میگیم و اون ترتیب هم گفتم میتونیم که توسط این دیکارتس اندسه تحلیلی البته دانشمند فرانسوی بوده که اختراع شده که روش های الجبری را در هندسه معرفی و از آنها استفاده کرد و به نام هندسه تحلیلی یا انالایتیک جیومتری انالایتیک اونمو تحلیل میشه یا به اصطلاح آنالیز میشه که ما و شما در بحث های دیگه هم امرایش سرکار داریم یا هندسه هماهنگ هم برش گفتن کوردینیت جیومتری که هندسه هماهنگ یا هندسه تحلیلی که البته هماهنگش بیشتر به منظور ازی است که ما و شما هندسه را همراه الجبر یا همراه ریاضیات به اصطلاح هماهنگ ساخته باشیم اما در حقیقت هندسه تحلیلی مفهوم بیشتر را بر ما شما ارائه میکنه نامبرده در سال 1637 میلادی یک نسخه را به نام ال ای تحریر کرد که امو کتاب که تحریر شده به نام ال ای یا لا جیومیتری بوده خلاص این که چطور از هندسه و الجبر یک جا استفاده می شود در این فصل هدف ما این است که به طور خلاص اساسات این مضمون را مطالعه کنیم یعنی به طور خلاص اصول مضمون را بفهمیم که چگونه اینا با همدیگر دیگر به اصطلاح ربط پیدا کرده و چطور میشه هندسه را با الجبر ما شما جای تلفیق بسازیم بعد مسائلی که در هندسه وجود داره محاسبهش توسط الجبر انجام بدیم یا اگر یک محاسبه معادله در الجبر ما شما داریم چطور میشه شکل از رو در هندسه رسم بکنیم اینا بحث های مربوط به هندسه تحلیلی هستن که در این فصل ما شما مسائل اساسی یا اصولیش را با همدیگر دیگر بحث اول ما شما آشنایی با سیستم کمیات وضعیه یا سیستم کوردینیت هست که اینجا هم برای شما و شما گفته کواردینیت سیستم که به نام هم بیشتر برای شما یا بگم در کتاب ها نوشته کردن و به نام یاد شده میتونه در اینجا از ما شما یک سوال پرسان کرده که معمولا میفهمین هر درس ما شما با یک سوال آغاز میشه و سوال که در اینجا گفته گفته آیا نقاط صفر و منفی یک دو دو منفی چار و هفت دو و صفر صفر و منفی دو را در سیستم کمیات وضعیه تعیین کرده میتوانید یا خیر وقتی یک نقطه را ما شما در کمیات وضعیه یا چند نقطه را در کمیات وضعیه بخوایم تعیین بکنیم چی مسائل وجود داره چگونه میتونیم تعیین بکنیم در حقیقت ما شما اول باید کمیات وضعیه را بشناسیم که یک خط عمود و یک خط افوق که خط عمود را به نام محور ترتیب یا به نام محور وای یاد میکنن و خط البته به نام محور ترتیب هست یا بگیم به نام محور ارتفاع و خط افقی را به نام محور فاصله یا به نام محور اکس یاد میکنن که ما شما بعد وقتی دو تا را با هم دیگر تقاطع داشته باشیم یک سطح به وجود میاد که در این سطح ما شما بحث دیگه ای را که داریم این که در اینجا ما شما البته چار ناحیه را داریم بعد سمت مثبت محور اکس ما شما با علامه مثبت سمت منفی محور اکس ما شما یا محور فاصله ما شما با علامه منفی خواهد بود از نقطه صفر به طرف بالا مثل که از میفهمین قیمت وای مثبت هست از صفر به طرف پایین قیمت وای منفی است و به همین ترتیب ما شما بعد هر نقطه را خواسته باشیم تثبیت بکنیم ابتدا ما شما از طرف چپ قیمت را که داریم نشان دهنده قیمت روی محور x است و بعد قیمت دو میره که داریم نشان دهنده قیمت روی محور y هست که در اینجا ما شما a و b را داریم و از حاصل تقاطع a و b نقطه a و b به اصطلاح تشکیل شده یا بگیم فاصله های ای و بی را داریم از تقاطع از اینا موقعیت ای و بی بعد آمده اینجا بر مشک فعالیت داده و در فعالیت از ما خواسته که در مستوی کمیات وضعیت دو خط x و x زبر y و y زبر را با هم عمود رسم کنید و نقطه تقاطع این دو خط را به اصطلاح او بنامید یا مرکز که نقطه او را به نام اوریجین یا مبده محور کمیات وضعیه یاد میکنن یا به نام مبده محور کمیات وضعیه میگن خب در اینجا به خاطر از اینکه امی مسئله به اصطلاح به صورت درست کار شده باشه و ما شما بعدا هم روش مشکل بر نخوریم ما میخوایم محور کمیات وضعیه را رسم بکنم و بر اساس رسم از اینا باز ما شما به اصطلاح با محور کمیات وزنی آشنایی پیدا کنیم که کار ما شما را آسان تر بسازم پس به این ترتیب ابتدا میایم هم رسم میکنیم و هم کمیات وزنی را معرفی میکنیم خوب است در این قسمت وسط تخته کار کنیم که بعدا اگر نقطه هم بخوایم رسم بکنیم بر ما شما مشکلی نباشد این خط عمود ما هست که ابتدا میخوایم رسم بکنیم و این خط عمود نشان دهنده ای هست که ما و شما در اینجا به اصطلاح محور امودی داریم و بعد از او خط افقی را میخوایم ترسیم بکنم ببینیم که خط افقی و با شما نشان دهنده محور فاصله خواهد بود یا بگوی محور X خواهد بود که به این ترتیب میشه بیشتر طولانی رسم بکنیم یا میشه کوتاه‌تر رسم بکنیم مشکلی نداره خب اینا را نشانی میکنیم بعد به می ترتیب سمت راست به می ترتیب سمت چپ به می ترتیب طرف پایین و طرف بالا را که خودش داریم خب پس در اینجا ما می خواهیم نامگذاری را انجام بتیم تا ای که بعدا ما شما با مسئله نامگذاری از اینا مشکلی نداشته باشیم اول گفتیم یک خط افقی و یک خط عمودی را با همدیگر تقاطع میتیم و مرکز تقاطع از اینا را یا بگیم نقطه تقاطع از اینا را به نام مرکز محورات کمیات وضعیه یاد میکنیم یا برنامه مرکز کمیات وضعیه یاد میشه که از چی گرفته شده؟ از اوریجین گرفته شده اصطلاح انگلیسیش اوریجین است کلمه البته حرف اولش در کلمه اوریجین او هست بنان به مخاطر ما شما هم به او نشان میدیم بعد سمت راست از این ایکس هست که به ترتیب هست و سمت چپ از این به اصطلاح منفی ایکس هم برش گفته در کتاب شما ایکس زبر گفته خط ایکس ایکس زبر که ما شما در اینجا داریم در قدمو به اصطلاح سمت راست و سمت چپ محور رو برای ما شما مشخص میکنه طرف بالا را به نام وای گفته و سمت پایین را به نام وای زبر یا منفی وای حالا فرق نمیکنه منفی وای بگیم یا وای زبر بگیم اگر چی بهتر است که منفی وای بگیم به خاطر که از نقطه صفری به طرف پایین قیمت را که ما شما داریم منفی است از صفر به طرف راست مثبت از صفر به طرف بالا محور وای مثبت به همین ترتیب از صفر به طرف چپ روی محور x منفی و از صفر به طرف و اصطلاح پایین روی محور وای قیمت منفی خواهد بود پس به این ترتیب عالم میشه فاصله ها رو جدا بکنیم من تلاش میکنم که این فاصله ها را با به اصطلاح قیمت های مساوی یا بگیم با, با فاصله های مساوی اینا را جدا بسازیم. این فاصله هایی که نشان دهنده قیمت ها روی محورات هست پس به این ترتیب ما شما اینا را جدا میسازیم تا ببینیم که چگونه هستند خب در این فاصله حال ما شما میشه قیمت ها رو نوشته بکنیم قیمت های ما شما مثلا طرفی که مثبت هست نیاز نیست که ما شما او مثبت رو امروش استفاده کنیم ولی در سمت منفی باز باید علامه منفی رو امروش داشته باشیم منفی یک منفی دو منفی سه برمی ترتیب یک دو سه چار و طرف پایین منفی یک منفی دو منفی سه و منفی چار که به طرف به اصطلاح جهت منفی محور وای هست در اینجا تشریح که به کتاب بر شما گفته بود ما آمدم این تشریحات را کلش عملی روی تخته رسم کردم بنا نیاز نیست که ما و شما اینا را دوباره تکرار بخوانیم یا بگیم به اصطلاح مرور کنیم پس به این ترتیب آل این سیستم را که به نام سیستم کارتیزیانی یا به نام سیستم کوردینات قایم هم یاد میشن ما و شما داریم پس اگر خواسته باشیم یک نقطه را مشخص کنیم چطور میشه این نقطه را ما و شما روی سیستم کمیات وضعیه مشخص کنیم مثلا اول از ما و شما خواسته یا بگم در کتاب شما یک نقطه ای را به نام پی آر و اس کار کرده که فاصله روی محور X و روی محور Y را بر ما شما خواسته که تثبیت کنه نقطه مورد نظر ما چی است؟ پی آر اس هست که فاصله روی محور x ما به r هست و فاصله روی محور y که داریم به s هست حالا من یک فاصله روی محور x جدا میکنم این به r نشان میتونم امی فاصله که روی محور x جدا کردیم این را که به با چی باشد؟ به با r باشد به با ترتیب و فاصله روی محور y را به s نشان میتیم که به این ترتیب این فاصله روی محور وای به با چی باشد به با اس باشد یعنی قیمتی که ما شما در اولی کوردینات داریم نشان دهنده محور x است و قیمتی که در دوم داریم نشان دهنده محور y هست بنان پس به این ترتیب ما شما اول فاصله روی محور x را به r داریم بعد فاصله روی محور y را به s داریم پس بنان میشه که از اینا خطای موازی رسم بکنیم و موقعیت نقطه را تثبیت بکنیم روی محور x ما فاصله به اندازه r جدا کردیم حال پس یک خط موازی با محور y نظر به نقطه x رسم میکنیم که در اینجا ما شما خط موازی را می داشته باشیم به این ترتیب پس خط موازی را رسم کردیم و نظر به محور X البته یک خط موازی از فاصله اسی که ما و شما روی محور وای جدا کردیم یک خط موازی رسم میکنیم و به این ترتیب میبینیم که چطور ما و شما میشه موقعیت نقطه را تثبیت کنیم موقعیت نقطه مورد نظر ما و شما در اینجا تثبیت شد که ای پی به اصطلاح r و s خواهد بود البته اگر هم هست به خاطر از اینکه فاصله r روی محور x جدا شده و فاصله s روی محور y جدا شده در حقیقت امی p فاصله روی محور x و روی محور چی است y هست یعنی کوردینات اول یا بگوییم نقطه اول یا مختص اول نشان دهنده قیمت روی محور X است و مختص دوم که بارت از S باشه نشان دهنده قیمت روی محور Y هست اما نقاط بعدی را که از ما شما در کتاب خواسته اونا رو هم میشه موقعیتش شه تثبیت بکنیم یا بگیم میشه موقعیت شه دریافت بکنیم که در اینجا بر ما و شما کدام نقاط را گفتن گفتن نقاط منفی A منفی دو C به می ترتیب B منفی 4 و 2 به می ترتیب C 2 5 D سی و منفی پنج ای سفر و دو و ایف منفی دو و سفر را در مستوی کمیات وضعیت دریافت کنین خب نقاط کلشان در کتاب شما دریافت شده ما یکی دو نقاط از اینا را دریافت نکنیم تا بر شما مشکلی نباشد مثلا یکی از جمله نقاطی که میشه دریافت کنیم در اینجا x منفی البته x سی و وای پنج قیمتش بزرگتر میشه x منفی دو وای سه دریافت میکنیم اکسش منفی دو باشه و وایش مثبت سه کدام نقطه هست؟ نقطه ای که اکسش منفی دو هست وایش هم مثبت سه است نقطه A ای هست A x منفی دو وایش چند است سه است بنابراین پس این نقطه رو نشانی میکنیم در این کمیات وضعیه که اکسش چند است منفی دو است پس شد اکس منفی دو و وای چند است وای قیمتش سه هست پس به این ترتیب از x منفی دو موازی با محور و یک خط مستقیم رسم میکنیم و از y مثبت سی موازی با محور x یک خط مستقیم به این ترتیب رسم میکنیم آلما ما با رسم میکنیم بلند طبعا یک مقدار میشه کچتر بیایه پس a x منفی دو y c منفی دو از کجا پیدا کردیم؟ از نقطه صفری به طرف چپ آمده ما من نقطه منفی دو رو دریافت کردیم اگر یک زمان یکی از قیمت ها صفر باشد پس نقطه بالای مختصه یا بگیم بالای به اصطلاح محور دیگه قرار داره مثل که اینجا برای ما شما نقطه F را گفته منفی دو و سفر نقطه F ما شما چی است منفی دو و سفر پس وقت Xش منفی دو هست بنان ما شما این نقطه روی منفی دو داریم یا بگیم نقطه F Y مساوی چی از سفر است پس روی محور وای هستن قیمت نداره یعنی نقطه مورد نظر ما شما فقط دو واحد به سمت منفی از نقطه سفری و فاصله داره که به طرف چپ محور با اصطلاح همین کوردینات قائم است پس به این ترتیب ما و شما با کوردینات قایم آشنا شدیم و تمام رسم هایی را که ما و شما در هندسه تحلیلی انجام میتیم دیم طبعا در این کوردینات قایم خواهد بود نقاط را که ما دریافت کردم که ما شما اینجا جای کار کردیم با هم دیدیم نقاط دیگه که باقی مانده اونا را شما می که در کتابچه هایتان کار بکنین و به صورت منظم ببینین که دریافت نقاط در این کوردینات قایم چیگونه هستن درس امروز ما هم در اینجا با این محتوا و پایان برسد تا یک درس بعدی از مضمون ریاضی سنف دهم ده همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم موفق باشید